بامداد شجاعان در سواحل مکران آغاز شد. اگر خدای نکرده دشمن نگاهی خصمانه به سمت مملکت عزیزمون داشته باشه، مطمئن باشید محکم جوابشو خواهیم داد. این تکاوران پرتوان میروند تا در 2,000,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز دریای عمان تا شمال اقیانوس هند مستقر شوند. در وجب به وجب 2,000,000 کیلومتر مربع منطقه رزمایش مستقر شده ایم. پس از گسترش حساب شدید نیروها و جانمایی و استقرار تجهیزات رسمی در جنوب کشور، همه منتظر دستور آغاز رزمایش ذوالفقار 99 بودند. با توکل به خداوند بزرگ، رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران را آغاز می‌کنیم. یا سید الشهدا علیه السلام. عملیات تاخت آب خاکی با همرزمی مشترک تکاوران نیروی درگاهی و نیروی زمینی ارتش تمرین شد. آنچه که نقطه قوت هست این مشترک بودن و انجام عملیات همزمان بین نیروهای عمل کننده در سطح نیروی زمینی، نیروی راهبردی دریایی و نیروی هوایی شکل گرفت و به حمدالله آن اهدافی که تعریف شده بود با موفقیت بهش دستیابی پیدا کردیم. مرحله بعد طراحی فرماندهان رزمایش، بمباران ساحل توسط خلبانان جنگنده های F-4 بود. قرش این هواپیما ندای آرامشی است در دل مردم و ترس و رعب و وحشتی است در دل نوشوران. دشمن از تاکتیک های ما همیشه هراس دارد، چون امروز عرض کردم ما دیگه از مبانی درسی اونها و آیین‌نامه‌های اونها در بحث تاکتیک ها استفاده نمی کنیم. خودمون مسلط از این به موضوع. اقتدار ایرانی در رزمایش ذوالفقار 99 با کشف و اختیار به پرنده های فرامنطقه این بخشی از توان بازدارندگی کشورمان را به نمایش گذاشت. کمی بعد این دهلاویه بود که قرید و هدفش را نابود کرد. رزمندگان ارتش امروز با شلیک موفق موشک بهینه شده شلمچه، مرحله‌ای عملیاتی رزمایش ذوالفقار 99 را به صحنه جنگ واقعی نزدیک کردند. هدف تعیین شد، دشمن درگیر بشید. لاک روی هدف انجام شد. 3 2 1 فایر. موشک بهینه شده شلمچه قادر است هر پرنده متخاصمی را در کسری از ثانیه متلاشی کند. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش ذوالفقار 99.